خب برای وکس سلام سال اقتصادی هستم یه برنامه دیگه درتون داریم در دقیقه با سوهیل ما قول میدیم برنامه بیشتر از دقیقه نشه خب همین جون بگو ببینم امروز بعد مروض داستان چیه آقا یه فکتی هست که میگه که اگه یه دلار در آوردی 99 سنتشو خرج تبلیغات کن این چقدر درسته خیلی زیاد یعنی باور کنی یعنی مثلا این کمپانی که اصلا دنیا رو گرفتن از همین تکتیک همشون استفاده کردن مثلا نگاه کن تو مکدونالد الان تو تو خیابون که رانندگی میکنی واقعا نمیتونی نبینیش برای پنج شیش بار میبینیش هر جی که بری کل کشور و تو منطقت فکر میکنه که این نباید دیگه تبلیغ کنه دیگه, دیگه چی رو تبلیغ میخوای بکنی بعد فقط بودجه نورت امریکاش 5 بیلیون دلار سالی خب یعنی عدد وحشتناکه چقدر پوله تبلیغ تاثیر داره و تو هیچ کمپانی رو نمیبینی که بزرگ و منفجر شده باشه نه نمیتونی بگی هیچ چون تسلا یکی از اون کمپانیاست که هیچ وقت تبلیغ نکرده نمیدونم یا نه ولی اکثریت کمپانی های 99 درصد کمپانی که بزرگن همشون سنگین رو تبلیغن چون که تبلیغ خیلی تاثیر داره بعد برای آدما سخت مخصوصا اون اولش چون که یارو زیاد پول نداره و هر در میاره خیلی سخت این کارو بکنی ولی اگه بتونی این کارو بکنی نمیدونی یه روزی اون یه درصدش چی میشه یعنی انقدر پول میشه که نمیتونی دیگه بدونی چیکار بکنی و هیچ تبلیغی نمیتونه ضرر داشته باشه نمیتونم توضیح بدم چند تا کمپانی من تا دیدم که سالیان سال بودن هیچی نشدن یه تبلیغ ازشون میاد بیرون حالا یه جوری تو یه برنامه خاصی میرن جلوشون یکی یکی و تیر میزنه تو اخباری رو نشونش میدن یکی میره شیشه‌شون رو میشکونه فلان اصلا نمیدونید یه دنی دوستا اصلا یو یا کمپانی یارو از این رو به اون رو میشه مخصوصا آدمایی که من تو زندگی بیدم ایرانیان ایرانیا برای تبلیغ به میخوان مادرشون عروس میشه میخوان تبلیغ کنن یعنی فکر میکنن دارن پول میزن می تو توالت مثلا زنگ میزنیم زد بازی داره میاد ونکوور مثلا و زنگ میزنن به کمپانی که مثلا صرافی داره میدونی پول بعد بفسه بیاد تو اصلا بعد فقط رو قدرت بیا اینجا بذاری که آیا بچه 10 سالگی تو رو ببینه سی سالگی خاصی با پول بفسه بگی من نمیدونم چرا ولی صرافی مجید رو من دوست دارم زنگ میزنیم به صرافی مجید خود مجید هم اونجا خوشم نمیاد میگه آقای صرافی مجید من که میدونم تو مثلا روزی 2000 دلار 3000 دلار پول در میاری بیا 2000 دلار دو به ما بده ما عکس تو میزنیم ام تو کنسرت میذاریم از لفظی ازت از تشکر میکنیم بچه ها که پوسترشو میذارن اسمتون اونجا میزنه یعنی فکر به بهزاد لیتو میذاره سپه خلصه میذاره علیرضا جی جی میذاره و لوگوی تو اونجا دیده میشه بیزه میلیون ها آدم ها چقدر دو هزار دلار نه دادا من تو شفه میکنم صد دلار اینا چیزی نداری بعد میگی 100 دلار چیه آخه اصلاً،, اصلا میدونی اصلا نمیفهمه اصلا نمیدونم چرا تو ایران تبلیغ این این چیزو داره الان مثلا یه نفر اومد با من تبلیغ بکنه بعد از من پرسید که آقا من با تو تبلیغ بکنم ویدیو درست بکنم با تو برای من تأثیری داره گفتم من که نمیدونم آینده رو بفهمم من نمیدونم این ویدیو تو رو کی میبینه ولی چطوری میتونه بی تاثیر باشه چطوری میتونه واسه تو بد باشه و با گفت آره راست میگی گفتم تو اگه عاقل بودی یا من اگه جای تو بودم من نمیدونم درآمد تو چیه ولی من اگه مثلا جای تو بودم هر ماه یه ویدیو با من میگرفتم یا با من نوعی چون پوینت به یارو میگفتم گفتم یه ویدیو میگرفتم با یه آدمی که هر ماه به کی زنگ بزن پول آفر بکن و با باشون یه پادکست بگیر پادکست هم آدم میبینن میشنون یه روزی یارو میاد میگه او اون ویدیو بود به اون اون کیه اون به اون زنگ بزنیم آقا بیاد کارمون رو انجام بده میدونی نمیتون زرد شوشه یعنی مثلا چیزی که من تو ایرانی متوجه هم خیلی همین الان میخواد من اگر توی مثلا کنسرت زدوزی لوگو بزنم فردا صبح چقدر پول در میارم تو نه به این موضوع اینجوری نگاه کنی تو باید این کارو واقعا بکنی که 10 سال دیگه همه آدمای ونکوور دارن از سرویس تو استفاده میکنن بعد بیا تو میگن چه دوری شروع شد میگی این داستان 10 سال پیش شروع شد یه یعنی مثال خوب برات بزنم این چیزا هستش که میزنی دست تو ژله که دست رو میزنی سنتایز میکنی ضد میکنی این ژل کمپانی فکر میکنم که اشتباه نگم نمیدونم واقعا نمیدونم من فکر میکنم جانسن جانسن ساختش ولی نمیدونم کی ساخت انیویز اون کمپانی که اینو میسازه اینو میده بیرون و واسه 11 سال مثل اینکه 9 تا 11 سال ضرر میده به خاطر این داستان چون هیچکی نمیخره چون مردم با این نمیتونن بفهمه که آقا مثلا من دستمون نشستی دستاتو احساس تمیزی نمیکردی همیشه اون که احساس کثیفه نمیفهمی که این باک اگه خور خاکی بوده با خاک رنگ مشکل داشتی این وقتی میزدی خب الکل همه چی از بین میبره حالا 99 های 99 درصد چی میبره تو دیگه تقریبا اصلا تمیزی میکنی دیگه ولی این کار نمیکردن مردم یعنی چی جل میزن دست دست میشه این تقریبا 10 سال طول میکشه تا مردم به این عادت کنن بعد از ده سال تبلیغ شروع میکنه میشه یکی از بیشترین پرافیتبل آیتم های کمپانی ولی یارو یازده سال تبلیغ میکنه تا این مردم بتونم چیزش کنم دست من بود نمیتونستم هیچ وقت هم موفق نمیشدم چون یه غول پشتش بود میتونست بکنه آدمای ایرانی اینو نمیفهمن که تبلیغ وقت لازم داره تو یه بار بیای پیش مثلا چه میدونم بغل پوریا بشینی بگی من فلانم هم. فردا همه بزنیم زن آقا ما بیا باد خونه بخریم چون تو مثلا بغل پوری نشستی گفتی ریلتونم ولی اگر یا یارو بود که هر سه ماه تو برنامه پوریا میومد. بعد یه بارم تو برنامه من میومد. یه بارم تو برنامه قلی می اومد. یه بارم تو برنامه مثلا پوتک می اومد. یه بارم تو برنامه کچی بیت می اومد. بعد هم به خونه حرف می زد. تو تو مغزت می یا آقا من یه خونه فروش میشناسم ولی کارکتر آنلاینیه وقتی رفتم کانادا به اون میتونم زنگ بزنم بعد تو ایران که داری میای مثلا پول هم داری به کی زنگ میزنی به این زنگ میزنی دیگه بعد هفت سال دیگه انقدر آدما به این زنگ زدن یارو مثلا 2300 نفر رو داره تو آدمای سنگین که خونه بخر بفروشن بگو هر پنج سال هم اینو یه بار خونه بخرم بفروشن میشه یارو در هر پنج سال 300 تا با اینا بیزنس داره دیگه خب میشه چی میشه هر سه روز یه بار داره, داره, داره خونه میفروشه هر خونه که میشه 20 دلار دای پول در میاری و تو نمیتونی روز اول که میای با من پادکست میذاری بگی فردا خونه نفروختم پس سهر چهر پادکست چهر تبلیغ به درد نمیخوره میدونی مردم ایران تبلیغو نمیگیرن منطقش چیه نمیفهمی که تو باید یه چیزیو هشت بار ببینی نه همه تحقیق شده است اینا استادیای دانشگاه هاست هشت بار تو بعد یه چیزی رو ببینی تا اصلا اسمش رو یادت بمونه یعنی آدمایی که منو هفت بار بگین بهشون بگی این میگه نمیدونم اسمش سپهر من هنوز آدما به من مسج میزنن تو اینستاگرام تو وایس من میگه سلام سپهر جون مرسی یعنی اینو چهار تا ویدیو از من دیده هنوز نفهمیده که من میگم سلام سوال اقتصادی هستم هنوز این رو کلیک نکره. این که هنوز کلیک نکرده به من وایس سلام سپه، خوبی یعنی تبلیغ اینه یکی از دلیلاش حس میکنم اینه که تو ایران تبلیغ بد انجام میشه میدونی چیه آره چون هیچکی چیز نداره ام هر چیزی رو میگن هیچ اتیکت ات... 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 چیزی نیست مثلا همه بهترین پیتزاست خب مثلا آره ده تو سرویس خجالت بکشین نگاه بخو نظر خود شخصیت من من دوباره اینم از شو عشق دارم میگم روی بهتر کردن نه به خاطر مثلا بگم بچه‌ها مثلا کارشون بده بچه‌ای که تو کار مثلا ریت کردن ریویو غذا و اینا هستن ریویوی وجود نداره ادمالی فقط وجود داره او کون اسمم به ما پول میده بریم اونجا او اینجا ام این منطقی داشته باش بگو ما فقط پیتزا تست میکنیم ما فقط همبرگر تست میکنیم ما فقط فسود تست میکنیم بعد میخوری یه نامبر بهشون بده یه اسکیل داشته باش بگو اگه مثلا من یک تا ده دارم دنباله مثلا پیتزا شما ده میگردم بعد یه که میری یکونت پاره میشه اینقدر خوش بگو با دی نه نو... 9 یکه نه نه ممیز یکه بعد مثلا بچه های کامنت بزنن واقعا باور نمیشه بالاخره همه نه این کرکتر رو ما نداریم همه 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 گشنن معذرت میخوام همه دنبال پولن فقط مم. هیچ منطقی دیگه هنوز به بعدی درست نشده که خب حالا پوله داره میاد حالا بذار به مردم مزخرف هم نگی و مثلا همین من،, من،, من کسی که خودم خیلی دوستانم میلاد میگه که میره غذا رو تست میکنه مثلا میذاره میزنه وای چقدر پیسوش خوشمزه بود بعد معلومه که دوست نداره خب خوش مثلا گاز میزنه میبینی که یه گاز میزنه میذاره اونجا چیزی نره بعد کامنت ها میخونی که آقا مثلا فلانم دهن رفتیم آشغال بود و اونجا چی میزنی؟ یعنی خب نباید اینجوری باشه بعد باشه که بخوره بگه این چیه چه پیتزای بدیه بعد انقدر اعتماد به نفس داشته باشه که مثلا بگه آقا من انقدر مرام دارم که رستوران منو میگن بیا اینجا که واقعا به قضاشون چیه و اون ر... کسی که بهش میگی نه ماه از یک بعد رستورانش یهو منفجر بشه فردا صف بکشن فلان مثلا این اینو نداره ایران ایران چیز تبلیغ و ایران مثلا قضاش همین انسان که میرن تست میکنن وای به به. همان میگن خوبه ف... بعد ولی الان مکدونالد رو میگی که مثلا میری بیرون از خونه شیش بار کم کم میبینی اوکی توی ایران یک بار نمیشه تو رستوران تبلیغ ببینی تو خیابون یک دونه تو نمیبینی نمیفهمن ازش تبلیغ دیگه بابا. بابا اینجا یه یارو مغازه داره دو تا شعبه داره بهش میگم تبلیغ کنی میگم من تبلیغ ندارم میگم مادر تو سگ هزار تا شعبه داره مکدونالد دو تبلیغ میکنه تو چرا فکر میکنی تایید میدونی <applause> اصلا تایید وجود نداره اگه داشت مکتونالد دیگه اگه مکتونالد وای نشده هیچ رسوندایی نمیتونه بگه من لازمه تبلیغ ندارم فقط احمقیت یعنی یارو که هر کیا هر کی یعنی هر رسونی که بگو همبرگر میفروشه بگو سوسیس میزنه بگو کبابی بگو رس، رسون خفنا یعنی همشون اگه عقل داشتن روز اول میگفتن که آقا ما قیمت اونو بیا 5000 تومان گوشت 1000 تومان نون فلان 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 خر انقدر سود اینقدر تبلیغ بعد تبلیغ تبلیغو هر هر, هر هفته میکشین بیرون او این هفته 100 هزار تومن فروختیم 10 درصد اون تبلیغ بود 10 هزار در باید برای تبلیغ حالا چه تبلیغ کنیم آقای روزنامه چقدر میگی تبلیغ کنی ما اینقدر میگیم اوکی بیا اینقدر واسه ما یه دونه بزن یه دونه کوچولو سیاه بزن فقط همبرگر و فلان <applause> کی اینو میبینه احمق خب 10 سال دیگه رو نمیتونی امروز ببینی میفهمی چی میگم ماه بعد فروشت میشه 200 هزار تومن اون تبلیغه رو رنگی میکنی بعد بزرگش میکنی بعد میاد صفحه اول بعد که روزنامه رو دیگه رسید به صفحه اولش میری تو تلویزیون میره بعد یا چختی میبینی 200 شعبه داری همه جام داری تبلیغ میکنی تمام روزنامه ها تبلیغ داری بیلبورد تبلیغ داری تو تلویزیون تبلیغ میاد او همبرگری سهیل نم, نم 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 بچه بابا بریم همبرگری سهیل ولی ایرانی جمعت اینو نمیفهمه الان تو ایران بهترین تبلیغ و شرکت رانی داره میکنه به نظرم که بازم زیاد خفن نیست داره فعلا مثلا بیلبورد میزنه با یوتیوبرا داره کار میکنه مثلا به یوتیوبرا میگه پولی میده بعد مثلا چهار تا بوکس رانی رایگان میده میگه تو ویدیوتون نوشیدنی منو بخورید همین میدونی مثلا کار خاصی نمیخواد بکنه دیگه تو آره. به جا آب داری رانی رو میخوری این خودش یه تبلیغ واسش بیلبورد میزنه کارهای خوب میکنه جایزه میذاره اینا ولی به جز من چیزی نمیبینم که تبلیغ شه من اصلاً مثلا به بهت میگم دادا نمی 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 زد بازی نمیفهمی زدبازی قوی ترین محبوب ترین معروف ترین گروه رپر فارسیه من به یه بیزنسی که سالی 500 هزار دلار سود داره زنگ میزنم کسی که تو خونه دوازده میلیون دلاری نشسته چون میشناسمش خونه ایرانشون چقدر این داره کاری نداریم بهش میگم دو هزار دلار میدی تبلیغ تو بزنیم میگن بهت زنگ میزنم دیگه زنگ نمیزنه یه این فکر کن فکر کن تو اینجا بری به مثلا یه دونه ماشین فروشی مثلا فورد بگی که آقا لیدی گاگا چه میدونم این دختری که نموده من که نمیشه دیگه خواهنده ها رو چی چی سویفته تیلر سویفت نه تیلر سویفت فکر کنم تیلر سویفت میگن در لبل مایکل جکسونه فکر کن میگن که تیلر سویفت کنسرت داره میذاره حالا اصلا ام میگیم ام و دکتر جری دارن, د... دارن کنسرت میذارن شما آقای فورد بیا 2000 دو هزار دولار بده ما اسمتو رو بزنیم تو این کنسرت بعد فورد بگین نه نمیدم <تصفح> اگه فورد این کار رو بکنی تا آخر عمرش میره به همه مینازه که دادا من تو, تو همچین کنسرتی 2000 دو هزار دلار هم تبلیغ بخرم باورت میشه با 2000 دو دلار فقط و ما همونو داریم تو چیز ایرانی یارو تو ماشینش میشینه آهنگ اینا رو گوش میده بهش گفتم اینو گفتم دادا تو کسی هستی که, که پولداری تو باید دلت بخواد اینا رو رو کمک بهشون پول بدی تو که داری تو بیا بهشون تو اصلا بگو من 2000 دو میخوام اینا شتیل بدم تبلیغ ازش میگیری و اصلا فراموش کن انسانیت که نداری مهر که نداری کمک به دنیا که نداری به فکر خود گوسفندتر نیستی این میشه اسنس تبلیغ و شعور انسان جامعه ایرانی از تبلیغ این چیزی که من فهمیدم فرق... فرق, ایرانی و با خارج از آدم آمریکایی یا هر چیزی میشه اینجوری فهمید که مستر سرویس چندش تازه شده بوده هزار تا رفته به یه سوپرمارکت گفته آقا من تبلیغتون میکنم به من 20 تا کوکی بده رایگان خب بازدیدی نمیگرفته اون 20 تا مثلا کوکی بهش داده تبلیغشو کرده ولی این که مثلا زد بازی ثابت شده است هر کدوم از اینا جمع بزنی 20 میلیون فالوور دارن خب باز 2000 دو دلار تازه <تص> 2000 کانادایی به علاوه اینکه کنسرت هم مجانی میتونه بیاد تازه آره دیگه مثلاً کنسرت هم بی آی پی هم وایسه <applause> 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 یعنی ببین این ایرانیه سر درد میگیره نه اصلا تبلیغ تو ایران بد جا افتاده یعنی اصلا تبلیغات نمیشه رسما خب نمیفهمن دیگه به خاطر اینکه اونی که نداره پول نداره اونی هم که به پول میرسه میگه من که دیگه پول لار شدم تبلیغ نمیخوام میگم ببین تو خونه 12 میلیونه میفهمی آدمایی هستن که خونهشون هست از 250 میلیون پس جای پیشرفت واسط هست چرا داری با خودت میجنگی چون یک پولی باید امروز بدی که سودش رو 20 سال دیگه می بینی نه 5 سال دیگه می بینی نه 6 ماه دیگه میبینی نمیدونیم کی میبینی ولی میدونیم سود داره برات همین تو پیجت بری بزنی برای پیشرفت دیگه ایلان ماسک وقتی رزور میزنه بره بالاتر تو چرا نکنی؟ میگم اصلا باور نکردنیه و من اینو وحشتناک تو ایرانی ها میبینم یعنی مثلا خب من خودم الان من ب... الان سی تا فالوور توی تقریبا یوتیوب داریم هفتاد ازا تا توی چیز تا حالا یک بار مثلا کسی نمیده طرف ما واسه تبلیغ چرا اومدن ها مثلا میگه میگن مثلا میگن که چقدر میخوای بگیری مثلا میگم چند میدونم 500 دلار میگه او ما مثلا 5 دلار میخواستیم بدیم <تص> خب من واسه چی مثل پنج رو بیام تبلیغ تو رو بکنم و من تبلیغ علکی نمی کنم من وقتی بیام جسوش بعد امتحان کنم مطمئن باشم خوبه فلان اصلا امکان نداره مثلا بیام یه پس من روز ببینی من دارم تبلیغ اینو می کنم اونو می کنم من بهم به کازینو آفر شده بهم به کریپتو آفر شده که بیا بکن تو کنه مردم من این کار نیستم من فقط و فقط حاضرم از راه برای... چون من نمیتونم با چیز ناراحت بخوابم با وجدان ناراحت نمیتونم بخوابم اینو خیلی راست میگم یعنی اگه یه کاری بدی بکنم واقعا همش بهش فکر میکنم کار بدم میکنم و نمیگم من نمیدونم منم کار بدم میکنم یعنی هر کسی میکنه برای پیشرفت خودت حالا از پرتغال کلیک بازی تا مثلا یه کاری کنی که مثلا پول به نفع خودت بشه یه جایی اینا کسی ضرر نکنه منم میکنم همه میکنن این کلود این بنده ولی آدم باید جلو خوش رو بگیره باید یه شعور داشته باشه و باید یه خورده سعی کنه آینده نگر باشه یعنی یه خورده باید بگه که من کارا میکنم برای آینده اگرم نشه خیر کردم اینم باید داشته باشه یعنی همه بدیه رو داریم رو بدیم هم کار میکنیم رو خوبی هم باید کار کنیم دیگه چون همیشه اون بدیه رو اکتیوه بعضی ما خوبه اکتیو باشه چی میشه نه آره دیگه من مردم ایران تبلیغو نمیفهمم آره مردم متأسفانه تبلیغ نمیفهمن امیدوارم بچه ها زودتر آگاه بشن به این چون تمام برابکس آرتیست ایرانی از طریق تبلیغ میتونن اوکی بشن چون همه میتونن در بیارن و هر کسی توی راهی میتونه تبلیغ کنه یکی تو آهنگ موزیک میتونه موزیک بقیه رو تبلیغ کنه یکی رستوران معروف داره رس... ریویو رستوران میکنه رستوران بقیه میتونه تبلیغ کنه بعد آدم ها باید تبلیغ و ریویوشون فرق بذارن وقتی پول میگیری و بگی من پول میگیرم واسه این کار وقتی من میام میگم مثلا نوشیدنی رانیو بخوری میگم که من برای این پول گرفتم نمیشم تو فقط بخورم چون بچه ها گول بخورن حتما میگم بچه ها این اومدم تبه میکنم واقعا هم خوشمزه است من میخورمش شکر خوب نیست واسه آدم ولی اگر شکر خورستی تو درینکت من آب میخورم خودم لگه شکر خورستی تو درینکت این مثلا درینک خوبی ها اینجوری من تبلیغ میکنم ولی این همه الان هستیم من که چاغالم دارم میگم زدبازی تبلیغ پیدا نمیکنه دمتون گرم چاکس